سلام و عرض ادب احترام دوستان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام خوبی رو داشته باشید. یه مدتی بود ویدیو نذاشته بودیم، گفتیم یه ویدیو ریکورد کنیم بذاریم در مورد نقدینگی یا لیکویدیتی توی چنل. یه پست در موردش گذاشتم، به نظرم خیلی مبحث مهمیه و اینکه خب طبیعتا اگر یه نوتی بردارید خیلی خوبه به نظر خودم. نوت برداری در آموزش ها باعث میشه که باز میخوام آموزش در ذهن ما بمونه. میخوایم در مورد نقدینگی صحبت کنیم و اینکه اساسا نقدینگی چی هست و به چه شکل تعریف میشه. یک نگاه عام هست به نقدینگی در مارکت، یک نگاه کلی هست که مارکت رو اصولا چیزی جز سفارشات نمیتونیم تعریف کنیم. یعنی مارکت در حالت عادی یک تعدادی از سفارشات خرید و فروشی هست، همینجور که دارید ببینید، که اینها در جفت‌های معاملاتی دارن با هم معامله میشن و خرید و فروش میشه. پس اساس مارکت این هست که یک تعداد سفارشاتیه که این سفارشات دارن چی میشن؟ دارن انجام میشن، اگزیکیوت میشن و باعث میشن که یه سری سفارش نهایی بشه. اوکی؟ خریدارها و فروشنده ها یک سری قیمت هایی رو مد نظرشون هست که اون قیمت رو برای اون داره ثبت میکنن و قیمتی رو که ثبت کردن اگر سفارش خلاف جهت اون قیمت باشد معامله انجام میشه، اکزیکیوت میشه و به عبارتی یک معامله انجام میشه. پس مارکت در حالت عادی چیزی جز سفارشات در حال انجام نیست. یک سمت این سفارشات این اعداد و ارقامی هستن که شما دارید میبینید، اوکی، که با یک تعدادی مثلا امانتی داره معامله میشه، در یک قیمتی داره انجام میشه، سفارش نهایی میشه و یک طرف دیگه سفارش دهنده ها وجود دارن. من به عنوان یک تریدر، به عنوان یک معاملگر، یک سمت داستان من هستم که میام یک سفارش رو ثبت میکنم. این مفهوم و دیدگاه کلی عام نقدینگی رو میخوام سعی کنم توضیح بدم. حالا این سفارش دهنده ها در مارکت به چند دسته تقسیم میشه؟ یعنی در اصل دو دسته کلی تقسیم میشه. یک دسته مثل من هستم که یک سفارش کوچیکی رو میرم ثبت میکنم و منتظر میشم تا نهایی بشه. یک دسته از سفارش دهنده ها و یا کسانی که توی مارکت هستند سفارشاتی رو که ثبت میکنن این مقدار امانت سفارشی رو که میخوان ثبت کنن زیاده. اینها معمولا بانک ها هستن، مؤسسات مالی هستن، کسانی هستن که یک مقدار سرمایه و سرمایه زیادی رو دارن و یک سفارش با یک حجم خیلی زیادی رو میخوان انجام بدن. پس اینجا میم دو تا مفهوم تعریف میکنیم. میگم آقا کسانی که توی مارکت هستن یا میکرو هستند و یا ماکرو هستند بر اساس سفارشی رو که قرار میدن. اگر مقدار این امانت سفارشی رو که در مارکت قرار میدن زیاد باشه ما بهشون میگیم ماکرو. اوکی؟ بهشون میگیم ماکرو. پس ماکرو کسی است که یک سفارشی رو حالا یا خرید یا فروش میآید در مارکت ثبت میکند. اوکی؟ میاد در مارکت ثبت میکنه. خب در حالت عادی برای منی که یک سفارش کوچیکی رو میخوام ثبت کنم، مثلا میخوام 1 دهم بیت کوین بخرم، خب
به اون قیمتی که من مد نظرمه اگر برسه قیمت، سفارش معادلش هست، بخوام بخرم یک فروشنده با همون یک دهم بیت کوین رو با همون قیمتی که من مد نظرم به من هست که بفروشه. یه مقدار باید سریعتر توضیح بدم، نمیخوام طولانی بشه دیگه. اوکی، پس این با خریدن یا فروختن من به خاطر اینکه سفارش هم اندازه با همون قیمت هست، مارکت تغییر نمیکنه، قیمت به جای پرتاب نمیشه. چرا نمیشه؟ چون شما تو حالت عادی اگر این اوردر بوک ها رو نگاه کنید، خب اوردر بوک ها رو نگاه کنید، شما تصور کنید الان مثلا ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما مثلا میخوایم 2000 تا بیت کوین بخریم. اوکی؟ میخوایم 2000 تا بیت کوین بخریم. خب اگر مثلا من بخوام این 2000 تا بیت کوین رو روی مثلا قیمت 16000 مثلا 100 مثلا بخرم. اوکی؟ خب الان ببینید شما با این قیمت 16100 چه مقداری واسه فروش مثلا اینجا گذاشته شده؟ یک واحد. دوباره مثلا همینجوری این رو اگر تا پایین بخوایم نگاه کنیم، از این کل این اوردر بوکی رو که مثلا تو حالا این یک صرافی هست، خب تمام این رو بخوایم نگاه کنیم، اگر سفارش مثلا 1000 تا بیت کوین من بخواد مارکت بزنم، یعنی هر آنچه رو که اینجا هست برام جمع کنه بخره، خب این تمام این اوردر بوک خالی میشه و یه دفعه قیمت از یک جای پرتاب میشه به یک جای دیگه. خب پس اگر من ماکرو باشم و بخوام یک خریدی رو انجام بدم تو مارکت برای اون مقدار سفارش در اون قیمت مد نظر من، سفارش خلاف جهتش وجود ندارد. تا اینجا داشته باشید این مفهوم چی هست؟ مفهوم ماکرو است. پس ماکرو میتواند یک مؤسسه باشد، یک بانک باشد، یا یک کسی باشد که توی آی سی تی ما مثلا بهش میگیم مارکت میکر. پس مارکت میکر کیه؟ مارکت میکر یک شخصیه یا یک مؤسسه یه، یا هر آن کسی هست که میاد سفارش ماکرو در مارکت قرار میده. اوکی، این مفهوم عام نقدینگی بود، مفهوم کلی نقدینگی بود. پس این دارایی هایی رو که داره خریده میشه، یا دارایی هایی رو که داره فروخته میشه، یا تمام آنچه رو که داره با هم دیگه معاوضه میشود در مارکت، ما به عنوان لیکویدیتی در معنای عام در نظر میگیریم، معنای کلی لیکویدیتی. اوکی، حالا این معنای عام لیکویدیتی رو یه مقدار ازش میخوایم فاصله بگیریم، بریم توی چی؟ بریم توی معنی خاص لیکویدیتی در سبکی که ما مد نظر داریم در آی سی تی. اوکی، یک معنی و مفهوم کلی. ببینید این مفاهیم رو، مفاهیم خیلی مهمه، این مفاهیم رو اگر کسی درک نکنه و از اساس با اون اصول و مبنا و روش درست درک نکنه اینها رو، مطمئناً بعدها توی ترید کردن با مشکل مواجه میشه. پس این درک کردن نقدینگی خیلی مهمه. اوکی؟ درک کردن مفاهیم خیلی مهمه. شما باید وقتی یه چیزی رو میخوای یاد بگیری، باید سعی کنی مفاهیم رو از اساس و پایه و اصولی درک کنی، و وقتی تمام این مفاهیم رو درک کرده، همه اینا رو میای کنار هم دیگه قرار میدی و اینها تشکیل یک سیستم و یک روشی برای شما میده توی ذهنت که میتونی با اون تمام آنچه رو که میدونی معامله کنی. پس اگر درست اینا رو یاد نگیری، اگر مارکت یه ذره سر و شکلش تغییر بکنه، شما دیگه نمیتونی ترید کنی. پس این خیلی مهمه که شما مفهوم هر اون چه رو که میگیم و جزئیاتش رو درک کنی. و از یه طرف دیگه یه نکته هم اینجا تو پرانتز من بگم، هر اون چه رو که من اینجا دارم میگم نظرات و دیدگاه خودمه، ربطی به آی سی تی ندارد. ممکن است کسی بهت بگه آقا مثلا این همیشه گفتم ریفرنس خود شخص مایکل است و هر اون چه که خود مایکل میگه در مورد آی سی تی درسته. اینهایی رو که دارید الان اینجا میشنوید
حرفای من هست، برداشتای من هست از ICT. اوکی، ممکن همش اشتباه باشه است. پس این اینو اینجوری گفتم تو پرانتز بگم. خب پس چی شد؟ پس گفتیم آقا معنی و مفهوم عام نقدینگی در مارکت رو تعریف کردیم. گفتیم آقا مفهوم کلی نقدینگی این سفارش های توی مارکت هست، یک سفارش، یک سری سفارش هایی که در حال انجام هستن، به این مفهوم کلی و عام نقدینگی میگیم، چیزی که همه در مورد نقدینگی میدونن یا حالا نگاهی که به نقدینگی داره. و از طرف دیگه گفتیم که از سفارشات تشکیل شده بود و یک سمت دیگرش کی بود؟ سفارش دهنده ها بودن. یک قسمتی از سفارش دهنده ها سفارش دهنده های ماکرو بودن که سفارشاتی با حجم خیلی زیاد رو میمدن در مارکت قرار میدادن و از آنجایی که برای اینها توی اون قیمت مد نظرشون سفارشی وجود ندارد، اینها میان یک سری کارهایی رو انجام میدن که ما به عنوان دستکاری مارکت یا تغییر دادن جهت مارکت یا مانیپولیشن در نظر میگیریم. اوکی، حالا اینجا من تو پرانتز یه مفهوم دیگر رو هم اینجا همینجوری سریع توضیح بدم. مفهوم order flow هست و expansion. شما تصور کنید که قیمت اینجا از مثلا 16278 میخواد برسه به چی؟ برسه به 16000 مثلا همین 87 که الان هست. ببینید با قرار دادن اوردرهایی با قیمت کمتر که حالا این اوردرها ممکنه اگزیکیوت بشوند، ممکن است نشوند، ممکن است اینها اون مارکت میکر یا اون ماکرو بیاد یک الگوریتم رو تعریف کند که این الگوریتم شروع کند به سفارش کمتر دادن، قیمت کمتر پیشنهاد دادن، این همینجوری شروع کنه قیمت رو کمتر پیشنهاد دادن. حالا یک تعدادی از این سفارشاتی که میدهد نهایی میشن، یک تعداد نمیشن. این باعث میشود که یک اوردر فلوی شکل بگیرد، یک جریانی از سفارشات شکل بگیرد که این رو ما بهش میگیم اوردر فلو. اوکی، ببینید الان داره سل میزنه که این قیمت رو میاد چیکار میکنه؟ قیمت رو از یک جایی به یک جای دیگری حرکت میده. اصطلاحاً به این اتفاق میگیم اوردر فلو و به کل این اتفاقی که انجام شده است بهش میگیم پرایس دلیوری یا تحویل قیمت. اوکی، قیمت از یک نقطه شروع میشود و در یک نقطه‌ای که مد نظر مارکت میکر یا ماکرو هست چی؟ تحویل داده میشود. این تحویل دادن قیمت رو بهش میگیم پرایس دلیوری. این تا اینجا داشته باشید اینها رو. حالا میخوایم بریم چیکار کنیم؟ بریم در مورد نقدینگی در ICT صحبت. ما در ICT یک دیدگاه کلی داریم. ما میگیم چی؟ میگیم آقا اون ماکرو، من میخوام ساده توضیح بدم، زیاد نمیخوام پیچ بدم دوستان. میگیم اون ماکرو به خاطر اینکه بیاد سفارشش رو نهایی کنه، خب از اون جایی که برای سفارشش با اون قیمت مد نظرش لیکویدیتی یا سفارش خلاف جهت وجود ندارد، یه سری کارها رو انجام میدهد که معمولاً این کارهایی رو که انجام میدهد این است که میاد چیکار میکنن؟ میاد یک اوردر فلوی رو شکل میدهد که این اوردر فلو باعث فعال شدن یک سری سفارشات میشه، باعث فعال شدن یک سری سفارشات میشه که این سفارشات معمولا از جنس استاپلاس ها هستند. اوکی، این سفارشات معمولا از جنس سفارشات استاپلاس هست. یعنی چی؟
گفتیم که یک بخشی از اون میکروهای یا تریدرهای خوردی که در مارکت بودند، یک بخش اونها کی هستند؟ بریک اوت تریدرها هستند. بریک اوت تریدرها میان میگن آقا زمانی که یک سطحی شکسته میشود، این قیمت از این سطح عبور کرده و ما میایم اینجا چی اینجا لانگ میگیریم که قیمت برود توی سقف مانیتور، و اینها میان چی کار میکنن؟ میان اینجا لانگ میگیرن، یا مثلا یک پولبکی که زد اینجاها مثلا لانگ میگیرن و چی میشه قیمت، و میان استاپشون رو روی این چی میذارن، روی این حمایت، روی این مقاومتی که بریک شده و تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به حمایت. اینجا قرار میدن مارکت. این الگوریتم مارکت میکر میاد چی کار میکنه؟ میاد یک اوردر فلوی شکل میده، پرایس دلیوری میشه، اینجا هانت انجام میشه، اینجا سفارشات لانگشون که بوده، ببین این اگر میخواسته اینجا سل بگیره باید قیمت رو به یک نقطه پایینی میخواسته برسونه، اگر اینجا میخواسته این کار انجام بده واسه این کارش سفارش به اندازه اون اوردرش وجود نداشته، اومده یک اوردر فلوی شکل داده، حالا اینجا یک کانسلیدیشن بوده، اینجا در قسمت آخر کانسلیدیشن اومده چیکار کرده، یک تثبیتی بوده که این اینجا اومده قیمت رو یک اوردر فلوی شکل داده، هانت کرده و اینجا استاپ ها رو فعال کرده، اوردرش پر شده و چی؟ و قیمت رو در یک قسمت دیگری که مد نظرش بوده دلیور کرده. اوکی، پس این یک دیدگاه کلی هست که ما میگیم آقا ما بیشتر سفارشاتی که مد نظر مارکت میکر در مارکت هست از جنس سفارشات استاپ هست که ممکنه اینها بای استاپ باشن یا سل استاپ باشن. اوکی، یعنی سفارش ها استاپ لاس پوزیشن های لانگ باشن که اگر کسی لانگ بگیرد، یعنی خریده، دارم ساده میگم خریده، اوکی، که قیمت بره بالاتر بفروشه، یک سفارش استاپ لاسش باید وقتی قیمت رو خرید کرده، اوکی، قرض گرفته خریده، حالا باید منتظر قیمت بره بالا، خب که دوباره چی کار کنه؟ بفروشه و چی؟ و پس بده به صرافی. اوکی، بفروشه و پس بده به صرافی. پس چی؟ پس لانگ اگر بگیرد سفارش استاپ لاسش می شود سل. اوکی، برعکسش می شود، بای بگیرد سفارش استاپ لاسش می شود سل، اگر سل بگیرد سفارش استاپ لاسش می شود چی؟ می شود بای، باید بخره پس بده به صرافی، حالا اونجایی که ازش مارجین گرفته. پس این تا اینجا این مفهوم کلی دیدگاهی بود که ما داریم به سفارشات، و دیدگاه کلیمون این هست که سفارشاتی رو که مد نظر مارکت میکر هست از جنس سفارشات استاپ لاس هست. خب حالا به عبارت دیگه بریم ببینیم آقا این نقدینگی ها کجا قرار دارن، یا این سفارشات کجا قرار دارن، کجا ما باید دنبالشون بگردیم. خب و بعد از این که تعریف کردیم که آقا اینها کجا قرار دارن، میایم یه تقسیم بندی دیگری در مورد سفارشات انجام میدیم که در مورد نقدینگی انجام میدیم، که اونم آخر این حالا ویدیو سعی میکنم بگم. من دارم سریع میگم همه چیز رو. اوکی، دارم سریع میگم. دیدگاه کلی ما چی هست؟ دیدگاه کلی ما این هست که آقا اون مارکت میکر یا ماکرو میاد یک سری سفارش رو اکزیکیوت میکنه و این باعث میشود که یک سری استاپ لاس ها فعال بشه. خب حالا بریم یه جوری دیگه نگاه کنیم، یه جوری دیگه نگاه کنیم این استاپ لاس ها کجا هستند، یا به عبارت این نقدینگی کجاها قرار داره، نقدینگی کجاها قرار داره. یکی از جایی که نقدینگی یا اون سفارشات استاپ لاس از نظر ما وجود دارد سقف ها و کف های برابره، یا equal high و equal lows. اینها یعنی چی؟ یعنی آقا زمانی که اینجا به فرض مثال یک سقف برابری باشد، اینجا نگاه کنید، اگر یک سقف برابری باشد،
ما میگیم چی؟ میگیم آقا اون تریدرها میان چیکار میکنن؟ میان استابلاسشون رو اینجاها قرار میدن، پس اینجا نقدینگی وجود داره. پس یکی از جایی که نقدینگی وجود داره کجاها هستن؟ سقف ها و کف های برابر. میبینید اینجا این یک ایکوال لو هست که اگه دقت کنید اینجا الان قشنگ زده شده. یعنی اگر مارکت رو از این دیدگاه شما نگاه کنید، خیلی از اتفاقات رو توی مارکت رو خیلی بهتر درک میکنید. اینجا الان شما دوباره نگاه کنید، یکی کال های بوده، اوکی، که چی شده؟ که اینجا زده شده، هانت شده. و بعد از اینکه هانت شده شما نگاه کن، قیمت ریخت. پس یکی از جایی که این نقدینگی ها از نظر ICT قرار دارن کجا بود؟ سقف ها و کف های برابر، که اینها رو ما به عنوان نقدینگی استاتیک در نظر میگیریم. یعنی نقدینگی که یک جا ایستاده است، ثابته. اینجا ما میگیم همیشه نقدینگی وجود داره تا زمانی که مصرف نشده، تا زمانی که زده نشده در سمت راستش، اوکی؟ زمانی که مصرف شد، اینجا این سطح مصرف شد، تا هر جایی که مصرف شده این نقدینگی اینجا از بین رفته. حالا این کل این فضای این بالا رو نقدینگی القا هم در نظر میگیرن، اوکی؟ نقدینگی القا هم در نظر میگیرن. خب این نقدینگی القا دیگه خیلی، این دیگه اون سطح ممکنه خیلی سطح گسترده ای باشد. این اگر شاید قیمت خیلی مواقع به اونجاها نرسد. اینها رو ما نقدینگی سقف و کفای برابر در نظر میگیریم. یک جای دیگری که میان استاپشون رو قرار میدن یا نقدینگی وجود داره چی هست؟ نقدینگی های ترند لاین ها هستن. یعنی چی؟ یعنی اون ریتیل میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اینجا مثلا چی بوده؟ اینجا یک ترند لاینی بوده که حالا باید ترند لاین هم البته ما همیشه درست رسم کنیم، باید سه تا برخورد داشته باشه. حالا من همینجوری با دو تا برخورد بپذیرید. موقعی که کلاس کار میکردیم ما گفتیم باید سه تا برخورد داشته باشه. پس اگر دقت کنید یک نقدینگی دیگری در پشت این ترند لاین ها، اون تریدرها، اون ریتیل میت میگه چی؟ میگه آقا اینجا این مثلا یه ترند لاین معتبریه، سه تا برخورد داره مثلا و چی، و اینجا این برخوردهایی که داره روی این انجام میشه این معتبره دیگه. پس این من میام چیکار میکنم؟ میاد یه بار اینجا یه دونه مثلا پوزیشن میگیره، دوباره یه دونه پوزیشن میگیره، میگه خب این دیگه خیلی معتبره، اینجا میزنه هانتش میکنه و چی، استاپشو میزنه، استاپشو میذاره این بالا، اوکی، استاپشو میزنه و چی، و میریزه. یا به عبارت دیگری میگه اصلا این بریک شد، اگر بریک و تریدر باشه میگه آقا این بریک شد و چی، و چون بریک شده این دیگه برم لانگ بگیرم، لانگ میگیره، استاپ میذاره روی اینجا و این برمیگرده استاپشو میزنه و قیمت میریزه. پس یکی دیگه از جایی که نقدینگی داینامیک شکل میگیره در ترند لاین ها هستن. اینجا روی این ترند لاین ها دنبال زیر بالا و پایین این ترند لاین ها ما میایم چیکار میکنیم؟ دنبال نقدینگی میگردیم. پس یکی دیگر از جایی که نقدینگی وجود دارد ترند لاین ها هستن. یک جای دیگری که نقدینگی وجود دارد کجاست؟ ساپورت و رزیستنس های چی است؟ کلاسیک است. یعنی چی؟ یعنی ریتیل میت میگه آقا اینجا یک حمایتی بوده است، مثلا
که چند تا برخورد روی این حمایت انجام شده و چی، و این قیمت بانس می شده بالا. میاد اینجا نگاه کنید، میاد میزنه اینا رو کلا جمع میکنه و چی، و استاپ همه رو میزنه و همه رو تبدیل میکنه به نقدینگی. پس یکی دیگه از جایی که نقدینگی و دنبالش بگردیم چی، از نقدینگی این حمایت مقاومت های کلاسیک است. یک جای دیگری که دنبال نقدینگی بودیم نقدینگی خط روند. حالا یک مدل دیگری از نقدینگی، نقدینگی الغاست. یعنی چی نقدینگی الغا؟ میگیم آقا ما همیشه در نظر میگیم، میگیم آقا بالای تمام سقف و کف های بلند مدت یک نقدینگی وجود داره که به اون میگیم نقدینگی الغا. نحوه این که چجوری از نقدینگی الغا استفاده میکنیم، این یه مقداری چیه، یه مقداری باید بهش دقت کنید. این هست که شما مثلا یک سری از ستاپ ها رو مثلا ترسل سوپ رو توی این نقدینگی اگر رسید به محدوده هایی که نقدینگی الغا وجود داره باید ساب کنید در ریترسمنت ها و اون با تاییدیه ها وارد بشید. این یک نقدینگی توی این بالای تمام سقف ها کف های بلند مدت مثلا شکل میگیره که این رو میگن چی، بهش میگن نقدینگی الغا. یک جای دیگری که نقدینگی ها قرار میگیرن در پترن ها است. اوکی، یک تعدادی از تریدر هایی که همیشه توی مارکت هستند به عنوان ریتیل تریدر، پترن تریدر ها هستند. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا مثلا اینجا وچ پیدا کنیم که میکشم، مثلث میکشم، یکی دیگه از جاهایی که نقدینگی وجود داره توی این دو طرف پترن ها هست که پترن تریدر ها میان چیکار میکنن، میان استاپشون قرار میدن، یا آقا اینجا مثلا یک وجی هست داره توی این مثلا وجه حرکت میکنه، منتظرن از یک طرفی مثلا بشکند که این خیلی مواقع چی، مثلا این دو طرف این وجه ها هم چی میشه، نقدینگی وجود داره. پس یکی دیگه از جایی که نقدینگی وجود دارن در کنار این پترن های کلاسیک هست. خب بریم در مورد نقدینگی رنج هم صحبت کنیم. و یک دیدگاهی رو از نقدینگی رنج ها که این باعث میشه من این ویدیو رو همینجوری دارم، یعنی این چیزا رو آماده نکردم از قبل، همینجوری بداهه دارم این چیزها رو میگردم و براتون پیدا میکنم. میخوام که از قبل برید آماده کنید رو چارت، به نظر من زیاد کار جالبی نیست. شما تصور کنید این قسمت چارت الان شکل نگرفت،
اوکی، این قسمت چارت این سمت راست رو تصور کنید شکل نگرفته هنوز و چی؟ و ما میخوایم اونجا یک فریمورک رو برای خودمون تعریف کنیم، یک فریمورک رو تعریف کنیم که این فریمورک رو میمدیم کجا تعریف میکردیم؟ میگفتیم آقا از lowest low تا highest high رو که میبینیم این رو بهش میگیم فریمورک. اوکی، اینجا رو باید یکم دقت کنید، ویدیو بعدی رو که میذاریم در مورد فریمورک ها و نقدینگی رنج ها میخوام صحبت کنم. تصور میکنیم که چی؟ که این سمت راستش هنوز شکل نگرفته است. پس اومدم فریمورک هم رو در lowest low یا پایین ترین low و highest high هم تعریف کردم، که البته باید دقیق اینا رو تعریف کنیم. ولی ما یکم اینجا این بر اون بر شده و البته دیدگاه مالتی‌تایم هم باید داشته باشیم. یعنی من نمیخوام برم تو دیدگاه مالتی‌تایم، میخوام فقط این نقدینگی ها رو توضیح بدم. اوکی، هر آنچه را که در این فریمورک قرار میگیرد، در این فریمورک قرار میگیرد، ما به عنوان اینترنال رنج لیکویدیتی یا نقدینگی رنج داخلی در نظر میگیریم و هر آنچه را که در خارج از فریمورک ما قرار میگیرد به عنوان نقدینگی خارجی در نظر میگیریم. اوکی، حالا عرض کردم این نقدینگی اینترنال رنج میتونه مثلا ایکوال های باشه، ایکوال لو باشه، میتونه نقدینگی ترند لاین باشد، میتونه نقدینگی استاپ هانت باشد، میتونه نقدینگی پترن باشد، هر آن چیزی که میتونه، هر همه اون انواع نقدینگی رو که گفتیم میتونه باشه. و این قسمت بالای این فریم ورک رو به عنوان بای ساید لیکویدیتی تعریف میکردیم مباحث آی سی تی زیاده و توی ویدیوهای کوتاه نمیشه گفت واقعا، بعد یک مقداری حوصله داد. و اینجا رو سل سایت لیکویدیتی در نظر میگیریم. این به مفهوم سل سایت و بای سایت چندین بار اشاره کردم، مجدد هم دقت کنید. ما میگیم چی؟ میگیم آقا زمانی که این هایست های شکسته میشود، بریک اوت تریدر ها میان اینجا وارد میشوند و استاپشون رو اینجا میذارند. اوکی؟ پس ما به اینجا میگیم بای ساید لیکویدیتی. در سل ساید لیکویدیتی هم به همین شکل است. زمانی که این لوست لو شکسته می شود، میان سل می گیرن و استاپش رو میذارن کجا؟ میذارن روی این حمایتی که بریک شده و الان تبدیل شده مثلا به مقاومت. اگه دقت کنید اینجا زدتش، نگاه کنید خیلی قشنگ اینجا زدتش، با اختلاف چند پیپ زدتش. بکشم این جزئیات و ریزکاری ها رو روی چارت ها بعد ها انشالله چی میشه؟
ببین چجوری زدتش. خب نریم حالا توی این داستان. پس هر نقدینگی که در این داخل این فریمورک که ما قرار میگرفت به عنوان نقدینگی اینترنال رنج در نظر میگیریم، که این اینترنال رنج میتونه در ایکوال های باشد، میتونه ترند لاین باشد، میتونه هر جایی باشد که چی که اون استاپ ها قرار میگیرن. پس این از این دیدگاه توی این مسئله داشته باشید. اوتساید رنج هم نقدینگی که خارج از این فریمورکی که ما تعریف کردیم، اوکی، هر آنچه که خارج باشد میشه نقدینگی رنج خارجی. در زمانی که قیمت در اینترنال رنج لیکویدیتی هست، اوکی، باید چی کار کنید؟ باید با تاییدیه ها کار کنیم. یعنی حواسمون باید باشه که این الان مثلا اگر توی اینترنال رنج هست، توی کدوم قسمت اینترنال رنجه؟ آیا مثلا در دیسکانت، توی این قسمت دیسکانت قرار داره، یا مثلا رفته تو پریمیوم قرار گرفته؟ اگر تو پریمیوم قرار گرفته، باید به دنبال پوزیشن های سل باشیم که برگرده به سمت دیسکانت، و اگر توی دیسکانت هست، باید به دنبال پوزیشن های لانگ باشیم. نکنید اینجا روی این نقاط ODE Optimal Trading Theory ها نکنید، اگر این چقدر قشنگ به این سطوح ODE واکنش نشون داده، چندین بار واکنش نشون داده و چی؟ و چند اینجا همینجوری ترید داده دیگه، چندین بار میشد اینا رو ترید کرد. اوکی، این یه دیدگاه های کلی بود که در مورد نقدینگی در ICD به ذهنم رسید، گفتم بهتون بگم. اینها رو مد نظر داشته باشید. دو تا ویدیو هم از خود مایکل گذاشتم تو چنل، اونا رو هم در مورد نقدینگی ببینید. به نظرم اینا کمک میکنه که یک دیدگاه کلی نسبت به لیکویدیتی توی مارکت داشته باشید. این خیلی بحث مهمی، بحث نقدینگی ها، که طبیعتا توی 20 دقیقه و نیم ساعت نمیشه کامل در موردش صحبت کرد. فقط خواستم چی باشد؟ خواستم یک دیدگاه کلی بهتون بدیم که آقا ما اصلا کلن وقتی میگیم آقا نقدینگی منظورمون چی هست. اساس این دیدگاه ما این است که آقا نقدینگی در ICT نقدینگی هست که در سر فعال شدن استاپلاس ها به وجود میاد. و یک چیز دیگری هم توی پرانتز بگم، یک تعریف دیگری هم خود مایکل میکنه از نقدینگی از دیدگاه مارکت میکر. میگه آقا نقدینگی جایی هست، یا بهش دقت کنید، میگه آقا نقدینگی جایی هست که مارکت میکر بتونه سفارشش رو پر کنه. اوکی، نقدینگی جایی هست که مارکت میکر بتونه به راحتی سفارشش رو پر کنه، یعنی به اندازه سفارشش، سفارش خلاف جهتش باشه. اینا وقتی برمیگردی توی همون اصول و مفاهیمی که تعریف کردیم همون میشه، یعنی میاد باید قیمت رو به یک نقطه میرسونه، با شکل دادن یک اوردر فلوی باعث میشه یک سری سفارشات فعال بشه و بتونه اوردرش رو پر کنه، که به این جابجایی میگن چی؟ میگن پرس دلیوری. باید بیشتر در مورد آرایا صحبت کنیم، حالا من ببینم چجوری میشه، و اینکه یک برنامه منظم هم باید بذاریم برای این بس مباحث و آرایه ها و اصول. هرچند اصول خیلی مهمه، شما وقتی اصول یک سبکی رو بدونید، بعد با یکی دو تا از ستاپ ها میتونید راحت ترید انجام بدید. اصول خیلی مهمه. مفاهیم پایه اساسی رو هر چقدر روی زمان بذاری، یادداشت کنی، فکر کنی، روی چارت براش مستاپ پیدا کنی، این باعث میشه اینها خیلی بهتر در ذهن شما بمونه و در آینده راحت تر اینها رو بتونی روی چارت ترید انجام بدی. خب من دیگه نمیخوام زیاد طولانی بشه، فعلا برای این ویدیو تا اینجا بسه. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و
الان دیگه شب شده، شب خوبی داشته باشید، کم کم موفق و معید باشید.